سلام من بهرنگ هستم در برنامه امروز در مورد عطایای روح القدس صحبت می کنم و اینکه چرا باید انتظار دریافت اونها رو داشته باشیم عطایا قابلیت های کاملا مافوق طبیعی هستند که روح القدس به کلیسا یعنی ایمانداران مسیحی می بخشد که هیچ ربطی به استعدادها و مهارت های شخصی آنها ندارد یعنی در واقع هدایایی هستند که توسط روح القدس داده می شود که ما براش هیچ تلاشی نمی کنیم و فقط محض فیض خداست که به ما داده می شود و به لیاقت و شایستگی ما ربطی ندارد فرق آن با میوه روح در این است که میوه روح ربط داره به شخصیت ما اما عطای روح ربط داره به خدمت ما میوه روح بیان میکنه که ما کی هستیم اما عطای روح بیان میکنه ما چه توانایی داریم میوه رو در نتیجه همکاری ما با روح القدس است و در طول زمان نمایان میشود ولی عطای روح در نتیجه اشتیاق و غیرت ما و طبق اراده روح القدس است که در زمان نیاز ظاهر میشود طبق اول قرنتیان باب دوازده آیه هشت تا در کلام خدا اینطور میگوید که به یکی به وسیله روح کلام حکمت داده میشود به دیگری به واسطه همان روح کلام علم و به شخص دیگر به وسیله همان روح ایمان و به دیگری باز به وسیله همان روح عطایای شفا دادن به شخص دیگر قدرت انجام دادن معجزات داده می شود و به دیگری نبوت و به دیگری تشخیص ارواح و باز به شخص دیگر سخن گفتن به زبان های غیر داده می شود و به دیگری ترجمه زبان های غیر همونطور که در اینجا می بینیم روح القدس نه عطا به کلیسا می بخشد. این عطایا را به سه گروه می توان تقسیم کرد گروه اول عطایای مکاشفه ای که شامل عطای کلام حکمت، عطای کلام علم، عطای تمیز ارواح می باشد. گروه دوم عطایای بیانی یا زبانی که شامل عطای نبوت، عطای زبانهای غیر و عطای ترجمه زبانهای غیر می باشد. و گروه سوم عطای قدرتی می باشند که شامل عطای ایمان، عطاهای شفا و عطای انجام معجزات می باشد. البته در برنامه مجزا به توضیح تک تک این عطایا خواهیم پرداخت. خب حالا ببینیم این عطایا به چه منظور به کلیسا داده شده است. یکی از اهداف مهم بخشی شد بخشیده شدن این عطایا به کلیسا همونطور که در اول قرنتیان باب دوازده آیه چارده میبینیم بنا و تقویت کلیسا است که در این آیه تشویق شده با غیرت این عطایا رو بتلبید هدف دیگر عطایا در کلیسا طبق اول قرنتیان باب دوازه آیه هفت منفعت رساندن به همگان می باشد این بدین معنی است که به جهت منفعت شخصی و سود مالی استفاده نمیشه هدف مهم دیگر ظهور عطایا در کلیسا طبق ابرانیان دو چار و اعمال رسولان باب یک آیه هشت شاهد بودن برای ایسای مسیح می باشد این بدین معنی است که این عطایا به جهت جلال انسانی نمایش دادن شهرت، معروفیت و تسکین عقده های درونی نیست بلکه برای جلال نام خداوندمان عیسی مسیح می باشد خب ببینیم وظیفه ما به عنوان ایماندارا نسبت به نتایج چیست اول قرنتیان باب دوازه آیه یک کلام خدا واضح می گوید نسبت به تجلیات روح قفلت نورزیم همچنین در جای دیگر در اول تیموتاوس چهار چارده پولوس به تیموتاوس تشویق می کند نسبت به عطایا بی اتنا نباشد پس می بینیم ما ایمانداران خانده شدیم نسبت به عطایا قفلت نورزیم و بی اعتنا نباشیم در عوض کلام خدا در اول قرنتیان دوازده سی و ما را تشویق میکند که با غیرت عطایای بهتر را بتلبیم و برای بنای کلیسا ترقی کنیم کلمه غیرت در یونانی که اینجا استفاده شده واقعا مفهوم غیرت زن و شوهری هست یعنی اینکه ما منفعل نیستیم همچنین در اول تیموتائوس 1:6 خدا ما را تشویق می کند که عطای روح را شعله کنیم در طرز استفاده از این عطایا همان است که پولس در اول قرنتیان باب 13 تاکید می کند یعنی اینکه محبت باید شیوه و طریق استفاده از این عطایا باشد به طوری که میگوید اگر قدرت نبوت داشته باشم و بتوانم جمله اسرار و معارف را درک کنم و اگر چنان ایمانی داشته باشم که بتوانم کوها را جابجا جا کنم اما محبت نداشته باشم هیچم بنابراین در هنگام استفاده از عطایا تسلیم روح القدس باشید محبت را سرمخش خود قرار دهید برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب عطایای روحانی مراجعه کنید